<متحد> <متحد> توی این جلسه میخوایم بریم سراغ یک تیپ دیگه ای از سوالاتی که از انتگرال فوریه مطرح میشه بازم بچه ها تأکید میکنم این مثال هایی که تو هر جلسه براتون در واقع تشریح میشه و نکاتش رو توضیح میدیم با مثال هایی که جلسات قبل و بعد حالا توضیح داده میشه متفاوت نکاتشون متفاوته هر کدوم از یک جنبه و انتگرال فوریه وارد شدیم و نکات اون رو بررسی کردیم پس فکر نکنید که مثال ها تکراری هن. هر جلسه مثال هایی که ارائه شده نکات خودشو داره بریم روی تصویر دوستان یک تابه به ما داده که محاسبه انتگرال های این تابه خیلی مهم هست و نیاز به پیش نیازی از درس معادلات دیفرانسیل داره بریم جلو ببینیم چی میشه یه تابعی به ما داده به اسم fx که به این فرم هست و به ازای x های مثبت هم تابع تعریف شده گفته که انتگرال فوریش رو بررسی بکنید خب انتگرال فوریه ای که شما میخواستید بررسی بکنید یه آ اومگا داشت که به این فرم بود فرمولش Fx x اومگا ایکس بچه دی اومگا یا دی ایکس به اندازه کافی توضیح دادیم دیگه اینجا چون ای اومگا است دی ایکس باید بذاریم خب چون تابه به ازای ایکس های مثبت تعریف شده به ازای ایکس های منفی تعریف نشده پس کران انتگرال ما میشکنه میشه از صفر تا بی نهایت اف ایکس هم که جایگذاری میکنیم کوسینوس اومگا ایکس دی حالا تفکیک میکنیم این دوتا تابه رو یک بار این تو این ضرب میشه یک بار کوسینوس توی تابه دوم ضرب میشه پس تفکیک شده شون میشه انتگرال از صفر تا بی نهایت سه تا ای به توان منهای دو ایکس کوسینوس اومگا ایکس دی ایکس منهای یک پیوم انتگرال از صفر تا بی نهایت دو تا ای به توان منهای سه ایکس کوسینوس اومگا ایکس دی ایکس خب این زرایب هم که اهمیتی ندارن این سه و دو رو میبریم پشت انتگرال این اولی سه بود دومی دو خب یه فلشبک بزنیم به درس معادلات تبدیل لاپلاس تبدیل لاپلاس یک ای به اسم fx میشد انتگرال از صفر تا بی نهایت fx ای به توان منهای sx x خب الان اگر ما به جای fx تو تعریف تبدیل لاپلاس بذاریم کسینوس اومگا x چی میشه بچه ها به جای اف ایکس توی این فرمول تبدیل لاپلاس کوسینوس رو گذاشتیم میشه کوسینوس اومگا ایکس ای به توان منهای های اس ایکس دی با این مقایسه بکنید ای به توان منهای های اس ایکس ای به توان منهای اس ایکس یعنی اس ما دو هست و کوسینوس اومگا ایکس خب لاپلاس کوسینوس بچه ها چی میشد؟ کوسینوس آ ایکس لاپلاسش باید حفظ باشیم میشه اس به اس دو به اضافه آ دو خب الان ما لاپلاس چه تابعی رو داریم؟ کوسینوس اومگا ایکس با اومگا مثل آ رفتار بکنید میشه چی؟ میشه اس به اس دو به اضافه آ دو که آمونم اومگاه میشه اومگا پس حاصل این انتگرال اینجا این انتگرالی که ما اینجا داریم میشه این عبارت میشه این با این تفاوت که به جای اس هاش هم باید بذاریم دو چون اونجا گفته اس باید دو باشه دیگه ای به توان منهای دو X پس میشه باید 3 پیوم 3 پیوم که ذریب یا اسکیل ماست که هیچ حاصل این انتگرال میشه لاپلاس کوسینوس آمیگا x که لاپلاس کوسینوس آمیگا x میشه S اس به S2 اس به اضافه ای 2 به جای S هاش باید بذاریم 2 منهای انتگرال دومی یه دوپیوم که اسکل یا زری بمونه دوباره این دفعه به جای S ها 3 درسته میشه لاپلاس کوسینوس که میشه S اس به S2 اس به اضافه ای 2 به جای اس ها باید بذاریم سه اگر نمیخواستیم از لاپلاس بگیم چی کار باید میکردیم؟ دو بار جز به جز به مراتب حل سوال چون بچه ها ببینید تازه ما داریم آ اومگا رو حساب میکنیم و بی اومگا مونده دو تا جز به جز این میخواد دو تا جز به جز این میخواد یعنی آی اومگا چهار تا جز به جز نیاز داشت اگه نمیخواستیم از لاپلاس بگیم پس ببینید اینکه گفتم خدمتون این سوالات هر کدوم یه نکته خاص دارن این هستش که شما برای محاسبه این انتگرال نیاز به جز به جز نیست برو لاپلاسشو رو بگیر اگر مفاهیم لاپلاس رو فراموش کردید حتما یه سری به جزبه معادلاتتون بزنید خوب به جای اسم میذاریم دو دو به توان دو چهار به اضافه اومگا دو منهای دو پیوم اینجا به جای اس باید بذاریم سه نوه به اضافه اومگا دو تازه اینجا شد آی اومگای ما حساب شد بچه ها نگاه کنید آی اومگا یعنی چی؟ یعنی یک تابعی بر حسب اومگا شما خروجیتون که این هست فقط باید اومگا داشته باشه ایکس ها حذف میشن دقت کنید به این نکته بریم سراغ محاسبه بی اومگا تا الان ما آی اومگا را حساب کردیم بی اومگا تعریفش میشد یک پیوم انتگرال از منهای بی نهایت تا بی نهایت اف ایکس سینوس اومگا ایکس دی اومگا یا دی ایکس بچه ها چون بی اومگا دی ایکس خب تا به ما از صف به بعد تعریف شده میبینید ایکس های بزرگتر از صف پس کران انتگرال اون میشکنه میشه از صف تا بی نهایت چه ببینید کران انتگرال بزاید. پاک بکنیم انتگرالمون خب. میشه صفر تا بی نهایت حالا اف ایکس چی بود؟ اف ایکس مون اینه ست تا ای به توان من های دو ایکس من های دو تا ای به توان من های ایکس جای گذاریش میکنیم یک پیوم که هیچی انتگرال صفر تا بی نهایت ست تا ای به توان دو ایکس منهای دو تا e به توان منهای سه x زبدر سینوس اومگا ایکس دی ایکس ببینید سه تا ای به توان منهای دو x منهای دو تا به توان منهای 3x خب باز تفکیکش میکنیم مثل حالت قبل میشه سه پیوم انتگرال از صفر تا بینهایت نهایت ای به توان منهای دو x سینوس اومگا x دی x. منهای دو پیوم انتگرال از صفر تا بی نهایت ای به توان منهای سه ایکس سینوس اومگا ایکس دی ایکس خب تابع اول ما تعریف چیه بچه ها؟ لا لاپلاس سینوس حالا لاپلاس سینوس هم من یادآوری کنم خدمتون لاپلاس سینوس آتی میشد آ به S2 به اضافه a پس لاپلاس سینوس اومگا T الان به جای آ اومگا نشسته میشه آ اومگا 2 به اضافه S2 خب انتگرال اول ما میشه 3 پیوم لاپلاس سینوس که میشه اومگا به S2 به اضافه اومگا دو که به جای S باید بذاریم 2 منهای دو پیوم بعدیش میشه اومگا تقسیم بر S2 به اضافه اومگا دو که به جای اس باید بذاریم 3 حالا اعداد رو که جایگذاری بکنیم میشه 3 پیوم اومگا چهار به اضافه اومگا 2 دو منهای دو پیوم اومگا به 9 به اضافه اومگا دو این شد بیه اومگای شما طبق اون نکته که گفتم باید خروجی ما فقط فانکشنی از اومگا باشه اینو دیگه بچه نمیخواد مخرج مشترک بگیرید ساده کنید هدف این هست که برای محاسبه آی اومگا و بی اومگا خاطرتون باشه بعد از لاپلاس استفاده کنید حالا در نهایت وقتی آی اومگا و بی اومگا هم پیدا شد شما توی این فرمول اگر بذارید که نیازی هم نیست جایگذاری بکنید اینجا جا نیست من زیر بعد چون اف ایکس باید بذاریم دیگه اومگا نیازی هم نیست جایگذاری کنیم چون آی اومگا و بی اومگا یک تابع پیچیده هست خب توی این جلسه هم ما یک سوال دیگه ای از مبحث انتگرال فوریه رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که برای محاسبه انتگرال ها بهترین کار استفاده از تبدیل لاپلاس توی این سوال به خصوص بود چرا چون اگر نمیخواستیم از تبدیل لاپلاس استفاده بکنیم باید چهار بار جز به جز میزدیم که توی اون زمان امتحان خیلی در واقع سخت و وقتگیر میشه و احتمالا نتونیم این سوال رو کامل انجام بدیم ولی با یه یادآوری از تبدیل لاپلاس که حتما پیشنهاد میکنم فرمول های تبدیل لاپلاس رو برگردید یه مروری حداقل توابع سینوس و کوسینوسش رو بکنید چون بسیار توی بحث انتگرال فوریه راهگشا هستن توی قسمت بعدی یک مثال دیگه از این بخش رو از این مبحث رو با همدیگه بررسی خواهیم کرد